سلام. سلام به ایمان. سلام کنی تو ایمان. بودی؟ سلام. سلام. خوش اومدید. خوش کمتون. همشون فقط یه سلام به من نگاه. آقا به دوربیناتون نگاه کنید، به عزیزای توی خونه سلام کنید. دوستان عزیز سلام و خسته نباشید. امروز ما برگشتیم با یه ویدیو و یه اپیزود جدید. هفته پیش اپیزود نداشتیم چون که من مسافرت بودم. این قرار هفته بعد بیاد. هر موقع که آماده بشه دیگه بیچاره. امروز خیلی منتظر بودن. جدی میگی؟ به صورت کاتوره‌ای ویدیو ضبط میکنیم و پخش میکنیم. حالا کاتوره‌ای که گفته بودیم، میدونی من اطلاع دادم دفعه پیش که اینجا بودم، گفتم که من ایمان دارم میرم مسافرت. چه خبر؟ هفتهتون چطور بوده؟ چینم ونکوور برف اومده ها. من تا رفتم برف اومده. پنسلی دو ساعت بود. به هر حال میدونی؟ آره یه کم نشست روی سری ماشین. نشست؟ آره. اذیت میشم امسال زیاد برف نیاد دیگه. میان. خیلی دوست دارم که. جدی میگی؟ آره. اینا رو کجا میشنوید شما؟ میگن دیگه. شما پیش گفتن. خانواده شریف همیشه به سری اخبار دسترسی دارن که مثلا یه مغازه رو داشتن میبستن. فراد میدونست ما از دمشق داشتیم رد میشدیم سالها. ما مافیاییم. بابا اون موقع مثلا تازه از ایران اومدیم، جوری مثلا چه جوری از کجا این اطلاعاتو داری؟ ولی دیگه نیستم اون آدما، از اون محیط دور شدم کلا. یه خواهش میتونم ازت بکنم؟ اینطوری نشینه. نه نه هر جور دوست داری بشین. سیم رو بنداز اونور، تو هم سیم رو بندازیم و سیم میکروفون. نه 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 سیم همین میکروفونو، همین میکروفون. بله درخواستش به جا بود ایمان. مرسی عزیزم. داشتی میگفتین ونکوور برف اومده و میاد. من فکر کنم میاد دیگه امسال. آره گفت... سرمایش خیلی زود. داشتی میگفتی که دیگه اون آدم نیستی. آره یه دوران بود آخه، من یه سری اطلاعات خیلی رندوم و عجیب غریب داشتم. آره. بعد کارون هی میگفت اینو امیش میشد از مقدار. آره. همون میگم من تازه اومده اینجور، اصلا کجا میدونی اینا رو؟ من تازه یه چیزی که میفهمم مثلا میشتمم فلان کنسرت بوده یا یه ایونتی بوده، بعد میام خیلی ایونت هست. آره. خیلی سولدات بود. همین سولدات پول بوده مثلا انریکه و پیتبول. من ایرانی ها رو دارم میگم. من ایرانی ها رو میگم، میگم اینا رو چرا. آره هفته پیش اپیزود پیش که راجع به سوریسی از حرف زدیم، اونم خودمون نمیدونستیم. آره آره قبلش بسید کنم. ما توی بابلیم که اون بابله تو بابلی هم نیستیم. آره ما خیلی ایزوله ایم احساس میکنم. من کلا خیلی عجیبه، مثلا بیرون که میرم هر از گاهی و یه نفر میبینم که خیلی وقت ندیدم، میگه تو کجایی؟ میگم من خونه. مثلا باورشون نمیشه، یعنی همه فکر کنم مثلا هر موقع بیای من خونه. من فقط برای دو دلیل از خونه میرم بیرون، ضبط کردن ویدیو و جیم، یعنی واقعا هیچ، یا اینکه برم راه برم، یعنی مثلا سه تا دلیله، ولی واقعا هیچ دلیل دیگه ای ندارم که بخوام از خونه برم بیرون. و اونا فکر میکنن تو همیشه بیرون. همه فکر میکنن که من توی پارتی مثلا هر روزم. نمیدونم چرا مثلا میگن نمیتونیم پیدات کنیم، میگن والا من هر روز خونم. چهار و پنج دیگه خونم دیگه. اینو گفتی یاد یه ویدیوی افتادم اتفاقا فرنوش فرستاده بود که چرا مثلا نسل ماها خیلی اوضاع روانیش خراب شده و اینا. و میگفتش که قدیمی ها سه تا جا داشتن که همیشه میرفتن. خب یعنی هر انسانی سه جای اصلی داشت. یکیش خب قطعا خونشه، یکی محیط کاره، یکی هم یه جای مثلا سومی بود. مثلا سریال فرندز رو مثال زده بود که آره قهوه کافه. بعد حالا الان ماها چای خونه. یه لحظه تصور کردم حالا اینو میگم. آره بعد الان ماها خب دو تا جا رو خیلیامون نداریم، یعنی دو باشه به نظر سه شده باشه دو به نظر من خوبه، ولی خیلیامون ممکن یک باشه، مخصوصا بعد کووید که از خونه کار میکنی. ببین من هر روز صبح که بالا میشم باید یه سر برم استودیو، اصلا هیچ کاری هم ندارم ولی میرم اونجا، حاضری میزنم میام بیرون. آره یعنی من مجبورم برم اونجا و مثلا میرم میبینم چراغا روشن روشنه. من سه جور دارم ولی سه داری؟ جای سومت کجاست؟ وقتی که با همیمون نمیتونیم بگیم جای سومت کجاست اینو به من بگو. دارم میام دیگه دارم. کجا میری که ما نیستیم؟ ما توش نیست جای سوم. سپمور با همین. آره ولی بعد کووید خیلی عجیب شد. بله قبل کووید قشنگ من خونه سر کار زبط. مثلا اون روز امید دیده بودم، امید سلام. خیلی خیلی تعجب میکرد که بهش میگم من خونم، مثلا هیچ جا نمیرم، آره هیچ اصلا هیچ جا نمیرم، مثلا بیرون نمیگم، نه به خدا من همش خونه. خب امیدم این رو داده پرته، امید الان خیلی فعاله. اون جا دومو داره با امید تو نه یعنی بهش چیز دادم، بهش کردیت دادی داده پرت نسبت به ما، نسبت به ما چهار نفر. امید خیلی فعال‌تر. جدی؟
آره اون دفعه دیدم بیرون دیدمش خیلی. آره بابا آره همون فن بیرونی که رفتم اون گفت دیگه، ولی من که روح هم خبر. یه بار عروسی دعوت شده بود کلگری. خب کلگری زندگی میکردن ایشون بابا باشه به هر حال ما همینجا هم عروسی دعوت میشه. در راستای من در راستای کسی که ازشون تشکر میکردم برای که طول هفتم راحت تر میکنم میخوام از شایان تشکر کنم، مثلا احتمال اصلا گوش نمیده اپیزود دارا اسمای جدید. آره شایان کسی که تو کما به ما کمک میکنه و توی روی چنل خودم و کلن یه کتاب میخواستم پیدا کنه. ببین کتابه اصلا ندارده چون فکرم 1200 از روش بیشتر چاپ نشده تو ایران نیز عجیب غریب. کتاب فارسی؟ آره مال آقای تناولی هست، The Mania of Collecting، ویروس مجموعه داری. بعد یه روزه برام پیدا کرد آقای تناولی که میدید ونکوور زندگی میکنه. بله بله نمایشگاه داشتن. آره آره کسی رفت؟ و من رفتم به همتون پیشنهاد کردم که برید. یادمه بعد من آخرین باری که دیدم مثلا فکر کنم تا 19 دسامبر بود مثلا من نه هنوز فکر کنم نوامبر بود. آره یه تاریخی بود که گذشته بود وقتی من دیدم اینجوری بودم چیه. خیلی به نظر من خیلی نمایشگاه شیکی بود، یعنی قشنگ فکر شده بود، شیک بود، رنگایی که تو ولاگ ازش گرفتی. من از اون دیدم. آره. خب این ولاگ مهمه. کتاب فیزیکی رو پیدا کرد برات. کتاب فیزیکی رو پیدا کرد. آره حالا نمیدونم 12000 تا از اکس زدن یا 1200 ولی خب خیلی لیمیتده و مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش این اتفاق افتاده بود. من فکر نمی‌کردم بتونه پیدا کنه و تونست پیدا کنه و خیلی خوشحالم. هر هفته از یکی تشکر میکنی؟ هر هفته از یکی تشکر میکنم. تو کی بود؟ منم تو کی بریم تو؟ شما نمیخواین کسی میخواین دیس کنین نیکیو؟ نه میخواین تو لیسته. آ بیاین تو لیست که میخواد از لیست درش بیاره. چه امشب خدمتی باید ارائه کنیم که بریم تو لیست؟ شما نه کسایی هستن که میدونی بیام تو مثلا البته نه فرهاد ازش تشکر کرد. ببین فرهاد خیلی زندگی منو راحت کرد. اصلا کار تو خیلی راحت کرد. نه امروز میخوام امروز که لیست فرهاده کس کرده اون گوشه. آره آماده گوشه رینگه. اصلا نگرده باشه امروز میخوام فرهاد دیست کنم یه ذرم قرمز کرده نشسته اون گوشه. آره بند خدا گوشه هم داغه. آره اگر فرهاد واقعا زندگی راحت میکنه. آره واقعا من این توضیح بدم اگر که میبینید ما خسته ایم چون که ساعت 7:50 شروع کردیم 8 شب پنج شنبه است و ما برای اینکه شنبه یه ذره درگیر بودیم امروز می‌خواستیم ضبط بکنیم. برای همین اگر که چهره‌هامون خسته است به بزرگی خودتون ببخشید، روحمون سر حاله و دلمون شاد. قشنگ گفت. ببین اصلا بعضی وقتا جمله‌ای میگم خودم حال می‌کنم با خودم. تو نمی‌تونی بگی. نه این فقط یه بار مصرف این جمله یه بار میتونی بگی تو طرف حواسش نیست بعد آف گارد بگیریش موقعی که این جمله رو میخوای بگی و یعنی به برمیگردونن. هفتهتون چطور بود؟ تو فراد گفتی در مورد هفته؟ من مریض بودم و آره شما و فرزاد مریض به خانواده ما افتاد. آره مریض به خانواده ما افتاد. مریض من خدا شکر کوتاه بود ولی عمیق. آو همیشه اینطوریه تا بوده همین بوده. میگم مهمتره. نه میگم همینم خوبه. معمولا میگم اون مهمتره. جمع کثیری که طول مریضیتون کوتاه ولی ارزش طویل. معمولا میگن این مهمتره. امیدوارم. اینو اونایی که خب البته چند تا مکتب هست. خب خیلی بد. خیلی یعنی از اون دو تا کرونایی که گرفته بودم این خیلی بدتر بود. نزیاد شدی خیلی. چقدر وقت گذشت؟ دو روز. نه البته دو روز فقط مریض بودی. آره چقدر عجیب. شما چی؟ شما شایدم خیلی عجیب شده بودی. من دفعه اولم بود که رسما کووید میگرفتم. تبریک میگم. با اذیت هم 100 بار تو کووید گرفت. نه. ایشون مثل این که فقط شپشو میگه. خب چند بار تو گفتی من مریض نه مریض شده بودم ولی هیچ وقت مثبت نمیشدم. مریض شده بودم. بله مریضی بود ولی مریضی بعد تست نمیداده ولی یه چیز بعدش تب بود که من تجربه کردم. مثلا دو سه روز تب داشتم و تو این سن دیگه حال نمیده. چرا خیلی حال میده. تب حال میده میمردازت داغ میشی. من عشق میکنم نه بابا ولم کن اصلا دیگه بدن من توانایی مقابله با تب دیگه نداره تو این سن. نداره ولی اون دردی که داری اینا خیلی خوبه. من خیلی حال کردم. خب ایشون یه فتیشی داره این دیگه گفتم اون دفعه که تب رو گرفت بودن توضیح نه مال من یه جوری بود چون لرزم داشتم یعنی هیچ جوری نمیتونستم خودم رو سرد کنم. بعد یه جوری شد لرز که باید گرم کنی
نه نه. وقتی تب داری باید دما رو بیاری پایین و باید همزمان هم گرم تب و لرزه دیگه، هم تب میکنی هم لرز میکنی، نمیدونی چیکار. یا آهنگ بندری بکنی اینجوری بود که بدن داغه ولی فکر میکنی که سردته، برای همین شروع میکنی به لرزیدن. بعد فهمیدم که اینجوریه که شاید یکی بمیره، واقعا به این فکر کردم چون خیلی نفرمایید. بله ولی گذشت، یه هفته نرفتم سر کار. به یک هفته چیزم آره؟ خودکست هم نیومدی دیگه، ما جایگزینت آره. کردیم با سپر. خیلی خنده دار بود. چه اپیزودی بود اون؟ قبل از اینکه به اپیزود سپر برسیم، کارون تو چی؟ تو هفته چطور بوده؟ من بعد نبود، من دیشب داشتم یه رندوم یوتیوب یه ویدیویی به من نشون داد راجب Sleeping Beauty Paradox. خب حالا شاید یه سری شنیده باشن. نه من دفعه اول بود میشنم، خیلی جالب بود. اینجوریه که فرض کنید یه زیبارویی رو شما میارید یک شنبه بعد از ظهر، یک شنبه بعد از ظهر آره. ما میاریم؟ بله بله. خب Sleeping Beauty، بعد یه سکه‌ای که سالمه رو میندازی بالا. خب بهش قانون رو توضیح میدی، میگی که اگه سکه هد بیاد یعنی رو بیاد، شما یک شنبه شب میخوابی، دو شنبه صبح بیدار میشی و وقتی بیدار میشی حافظه ای نداری که چی شده، یعنی کی بیدار شدی، و ما هیچ اطلاعاتی به تو نمیدیم. بله. بعد اگه تیل بیاد یعنی پشت خط. سکه چی؟ شیر و خط. آها شیر روه. آره آره. اگه خط بیاد شیر، یک شنبه شب خوابیدی، دوشنبه صبح بیدار شدی، همه چی هم یادته؟ نه هیچ چی یادت نیست. عجب. دوباره دوشنبه میخوابی، سه شنبه صبح بیدار میشی. خب بعد هر بار که این بیدار میشه ازش میپرسن که به نظرت احتمال این که سکه رو اومده باشه چقدره؟ خب با من اینو که شنیدم خب درجا گفتم که یعنی شیر اومده باشه. آره اینجوری بودم که خب سکه که سالمه، یه بارم انداختیمش 50-50. ولی داستان اینجوری نیست، این یه پارادوکسه. بعد روش خدا تا پیپر دادن ریاضیدانا و حالا فلاسفه و اینا، و این عدده میتونه یک سوم باشه. حتی شما روی کاغذم که بنویسید، سکه رو بندازید بالا، خب هر بار که رو اومد سه تا ستون داشته باشی، شیر، صبح دوشنبه بیدار شده باشه و رو اومده باشه، صبح دوشنبه بیدار شده باشه و پشت اومده باشه، صبح سه شنبه بیدار شده باشه و خط اومده باشه. خب بعد سکه رو شما بندازید، مثلا تعداد زیاد بندازید، این واقعا عددش میشه یک سوم. در صورتی که یعنی احتمال این که رو اومده باشه میشه یک سوم، در صورتی که همینجوری از ما بپرسند میشه یه دوم. بعد این یه پارادوکس عجیبیه. خب بعد اومده بودن اینو پیچیدش کرده بودن، میگفتن حالا بچین اومدن پیچیده ترش کردن. It's not پیچیده enough. Let me make it worse for you. من که حالا زیبارو هم، من هنوز تو شب یک شنبه هم اصلا نتونستم بیام جلو، بیدار نشده هنوز. بعد ببین اومده بودن اینو پیچیده کرده بودن، گفته بودن حالا فرض کن، ببین این سوالا که میپرسیم دوگانه هست جوابا، یا میگن یه دوم یا یه سوم. بعد میگم حالا فرض کن به جای این که دو بار بیدار شه، یعنی دوشنبه اگه خط اومده باشه دوشنبه بیدار شه و سه شنبه، چطوره؟ من نمیتونم نفس بکشم. من به فکر اون الگوریتم، حالا این فقط در موقع کار میبینی که زیبا روی باشه، اگه سک صورت باشه. آره من تو اینم که نقطه اگه من و تو رو بیارم شب یه شمه میکنم اون بیرون داده شم به صبح نمیکشه. چرا پوینت روی زیبارو بوده؟ ایشون گفت زیبارو. آها Sleeping Beauty Paradox دیگه، من نمیدونم حالا چرا. چرا ما رو جای میزنه بیرون نمیدونم حالا سگ صورت مثلا ما. بگو بگو آره بگو ادامهشو. آره بعد حالا به جای اینکه این دو بار بیدار شه اگه خط اومده باشه، یعنی دوشنبه صبح سه شنبه صبح، بیا اینو بکنیم یک میلیون بار. خب حالا اونایی که اون موقع میگفتن احتمالش یه دومه که سکر مثلا هد اومده باشه، دیگه وقتی مثلا این آزمایش پایینیه، یعنی اگه دو تا شاخه در نظر بگیریم، شاخه‌ای که چتونه. I am so lost. خیلی بخش. حالا خلاصه، حالا اونایی که دوست دارن برن نگاه کن یا حتما قبلا شنیدن.
بعد میگفت این آزمایش اگه پایینی به جای دوشنبه سه شنبه مثلا 1000 شب باشه دیگه تو عادتا میگی احتمال این که سکه خط اومد تیل اومده چی میگن خط آره خط اومده باشه بیشتره. بعد اینو یهو اومد وصل کرد به چی؟ به دنیاهای موازی. You're making it up at this point. این داره گرفته ما رو. چطونه؟ همچه ویدیوی وجود داره؟ من یاد فید یوتیوب خودم افتادم. بعد اینو اومد وصل کرد به دنیاهای موازی. خب حالا فکر کنم من ویدیو رو تو چه شرایطی دیدم؟ صبح تا ساعت 6 اینا از صبح تا 6 کار کردم. از صبح ساعت 8 تو میتینگ بودم تا 6. خب یعنی اولی میتینگ 8 بود بعد تا 6 کار کردم. بعد رفتم کایروپراکتیک. بعد برگشتم بعد رفتم جیم مثلا ساعت 10 رسیدم. یعنی اصلا هیچ چی نمونده از من. قبل اینکه برم جیم خیلی خسته بودم. پر از هورمون. بعد اومد اینو وصل کرد به دنیاهای موازی. گفتش که اگر احتمال این وجود داشته باشه که ما دنیای موازی داشته باشیم، خب اگه یه سکه بندازیم و این سکه هد بیاد ما دنیای موازی نداریم، همین حالا فرض کنیم این یه دنیاه، همین یه دنیا رو داشته باشیم. آقای داشت تو رو نگاه کردم. اگه تیل اومد یعنی خط اومد چی اومد؟ خط اومد ما این تا دنیای موازی به وجود میاریم. خب اگه شیر بید. یعنی میگه اگه احتمالش احتمال اینکه دنیای موازی داشته باشیم خب. وجود داشته باشه و خط بیاد ما شروع میکنیم این تا از اینا درست کردن درست. بعد این اگه احتمال این یعنی صفر نباشه دنیای موازی باشه و این سوال رو مدام از ما بپرسن که ما توی شبیه سازی هستیم که توی اون دنیای موازی هست، جواب ما قاعدتاً به بله میل میکنه. یعنی احتمال این که بگیم بله ما توی یکی از این دنیای موازی خیلی قبیل. زیاد بحث. اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که خدا بگو اینو بگو اینو من دیدم بعد روی مبل خوابم برد. خیلی وضعیت خسته‌ای داشتم و اینو روی مبل خوابم برد. بعد من خواب و بیدار روی مبل، یعنی چراغ روشن، پنجرم باز، خواب و بیدار روی مبل، گردنم گرفت. داشتم به ذهن من اینجور که الان ما مثلا این شبیه سازی رو ران کردیم و واقعا مثلا عدده داره 1-3. من داشتم اینو میدیدم که عدده داره خواب. آره تو خواب، ولی اصلا هیچ منطقی پشتش نبود. یعنی هیچ چیز عجیبی نه، انگار مثلا چشام باز میشد مثلا میدیدم چه میدونم. یعنی همینطوری ویدیو داشت پلی میشد؟ نه ویدیو پاس شده بود، من همینو تو خواب داشتم میدیدم که ما این احتمال رو ران دیدیم. کردیم و شده 1-3، ولی اصلا همچین اتفاقی نیفتاده بود. چه سختی داشتی تو. آره. خیلی سخته حاجی، من اصلا همچین چیزی اتفاق هم بیفته کویت میکنم. خیلی سخت. برسم من به همچین ویدیویی؟ من... آره چه فید سمی داری. من یهو رندوم داد، من اصلا این چنل رو ندیده بودم تا حالا. الان دیگه داری چنل رو. آره آره دیگه داری دنبال میکنی. آره. افتادی تو لوپ هول دنیای موازی و شیر و خط. یارو با یه شیر و خط ببین ذهن من خدا ریخ بهم. چیز دیگه اینا اپیزود رفته بودیم راجبش دیگه، راجع به تات اکسپریمنت و اینا رفته بودیم. آره. آزمایش فکری اینم از اوناست. یعنی خدا باشه عالی شد. از این سوالایی که جواب مطلق نداره ولی خب جالب. بعد همین گفتم خدا تا پیپر روش اومده و ملت بحث کردن که این یه دومه یه سومه. من توی هفته گذشته همونطور گفته بودم یه سفر رفتم. بله شما رفتم. آره رفتم به سمت بنف. بنف یه در واقع شهر توی استان آلبرتا، استان مجاور بیسی میشه دیگه، در واقع به سمت شرق میریم و میرسیم به آلبرتا و کوه جونا. میشه از میلا جان درخواست کنم از این نقشه ها برام بذارن یا نه زیاد میشه؟ آره آره, آره میتونن احتمالا ممکنه. گفتی عمل انجام شد. آره. دیچاره آقا میلاد ببخش من مذر. آره خلاصه من رفتم اونجا و قبلش من یه تغییر داده بودم، یه تصمیم بر گرفتن ماشین برقی گرفتم. بله. آره کلی از این بپرس و از اون بپرس و از دوستانی که دارن ماشین های برقی، میدونی مثلا بعضی از دوستانی ما هستن که دارن ماشین، مثلا چجوریه، چجوری مثلا جواب شارجش چجوریه فلان، یه سری چیزایی گفتن ولی کاملا متفاوت بود. بله. و من امروز میخواستم تو راه همونطوری داشتم با فرس سوال کنم، گفتم آره تو خودکست میخوام ازت گلگی کنم و اینا که مثلا این زار رو نگفتی. بعد فهمیدم خودش هم نمیدونه بنده خدا، یعنی الان دو ساله که ماشین برقی داره هیچی در مورد ماشین برقیش نمیدونه. ولی من خیلی کامفورتبل شدم نسبت به ماشین.
یعنی قشنگ الان تمام لیمیتیشناشو میدونم، دقیقا میدونم که چی کارا میتونه بکنه چی کارا نمیتونه بکنه. پتانسیلاشو دیگه ببین، پتانسیلش واقعا برای هایوی درایوینگ نیست دیگه. یعنی تو برای هایوی خیلی اذیتت میکنه دیگه، مسیرهای طولانی. حالا میگم اذیتت میکنه، ولی حالا اینو بهت بگم. ببین توی خانواده ما سفر رفتن تا اونجایی که من یادم اینطوری بود که ما صبح زود بلند میشیم و تا جایی که تا موقعی که نرسیم استاپ نمیکنیم، مگر برای مثلا بنزین یا مثلا غذا، مثلا در حد نیم ساعت، مثلا یه ساعت حاجت. آره. و حالا این سبک سفر رفتنه اینطوری بود که از اینجا تا بند فوده 850 کیلومتره، هر مثلا 150 کیلومتر یا 200 کیلومتر چارجر هست. خب من میتونستم یکی در میون رو اسکیپ کنم برم، ولی تصمیم گرفتم که همه رو دونه دونه وایسم. ولی مثلا یه روب طول میکشید که من اینو شارژش کنم برسونمش مثلا به 80%، و توی اون یه روب چه میدونم تو میرفتی یه پاتو استرچ میکردی، یه دستشوی میرفتی، یه کافی میگرفتی اینا. این معمولا یه روبه زودتر تموم میشد، یعنی ماشین زودتر شارژ میشد تا من آماده بشم. مثلا میخواستی غذا هم بخوری بیشتر طول میکشید غذا خوردن تا اینکه بخوای در واقع ماشین رو تو فقط چارج بکنی. ولی خیلی جالب بوده، یه سفر خیلی عجیب. ببین از یه استراب نداشتی مثلا شارژش تموم شد؟ حالا اینو بهت بگم، قبل از من ماشینی که خریدم، ماشین من با یه در واقع هر ماشینی با یه دونه چارجر میاد، یه چارجر مثلا $1000 گرون هم هست، ولی ایناست که باید اینستال بکنی تو خونه‌ت، یعنی اینطوری نیست که بزنیش به دو شاخه. برای همین منی که تو آپارتمان زندگی میکنم به دردم نمیخوره، چون اصلا نمیذارن همچین چیزی رو اینستال. آها، تو گاراژ خونه مثلا. آره، اگر که گاراژ داشته باشی مثلا برق 220 ولت میخواد و بعد مثلا 85 امپ بهش برسه و یه شارژر کامپلیکیتد، یعنی برای کسی 220 یا 110 ما 110 ولی خب 220 هم مثلا ماشین لباسشویی و اینا خوشکن. آره خوشکن و اینا همشون 220 ان، یه پلاگ دیگه ای داره. خلاصه من به یارو گفتم که آقا من اینو نمیخوام، من اینو بهت میدم مثلا به من یه سری اکسسوری ها و اینا بده. گفتش که اوکی، اینطوری که تو ماشینو میخری بعد برات پست میکنن این جعبه رو خونه. همین دیروز بود که رفتم این جعبه رو رسیده بود، رفتم بهشون تحویل دادم. گفتش که دیلرشیپه، ایرانی هم هست. گفتش که چطور بود و فلان و اینا، مثلا ماشین راضی هستی؟ گفتم آره، من همین از بنف میام. گفتش که تو با این ماشین رفتی بنف؟ گفتم که آره. گفت you're a brave individual. گفتم که چرا؟ گفتش که مثلا نترسیدی بمونی و اینا. گفتم نه، یه پلنینگ درست انجام بدی نمونی دیگه. ببین من تمام مسیرم رو پلان کردم، یعنی دقیقا میدونستم که اگه اینجا رو میس کنم کجاها دیگه شارژر هست، یعنی همه اینا رو مثلا وقت گذاشته بودم. شاید مثلا بودی بعد دیگه سفرم میشه مثل درس خوندن مثلا 3-4 ساعت. نه ولی زیاد میشه. حالا اینو بهت بگم، برام جالب شد که تو فقط، یعنی من فقط میدونستم تو این مسیر چارجرها کجان، چون بال اولم بود که هم داشتم مسیر رو میرفتم هم با ماشین برقی میرفتم دیگه. آره، ولی مثلا شاید واقعا 3 ساعت وقت گذاشتم، ولی راضی بودم کلا. از 3 ساعت تو رفت و برگشت برای شارژ کردن؟ نه برای سرچ کردن. برای سرچ کردن من 1 ساعت طول کشید. ببین من رانندگیم برای مسیر برگشتم 9 ساعت شد، 1 ساعت هم شارژ کردیم، یعنی کل مسیر رو 850 کیلومتر رو ما توی 10 ساعت اومدیم. با چقدر هزینه؟ آها، هزینه سوخت. آره حالا اینو تو ولاگم میگم، ولی جالبش اینه من رفت و برگشتم کلن همه رو شارژای پولی در واقع زدم، هر جا که رفتیم پولی بودش. رفت و برگشت ما که مثلا شد 2200 کیلومتر، چون توی شهر برف هم گشتیم و مثلا رفتیم جاهای مختلف برف هم گشتیم و اینا، من $211 دادم. میدونی معادل بنزینش چقدر؟ بستگی داره با چه ماشینی بری. با این ماشین بخوای بری احتمالا حدود 600-700 دلار. آره، یک سر بیشتر. آره. با ماشین مثلا خود من می‌خواستیم بریم احتمال $700 می‌شد. ما تا چیز رفتیم چند کیلومتر بود تا الی؟ ETS نه الان داره 2000؟ نه چی؟ رفتش 2000 تا؟ بیشتر 2000؟ نه بیشتر فکر کنم. ما یادم 1000 خورده ای پول فکر کنم بنزین دادیم. اصلا یادم نمیاد. 1000 خورده ای پول بنزین. یه زی تو این مایه ها بود دیگه. چون که ما یه لحظه ما دو تا ایده چقدر؟ آره من فکر کنم 2000 و نه دیگه. نه فکر کنم 600. فکر کنم 2000 کیلومتر هر ورش بود دیگه. آره یه همچین. ما حدود 4000 کیلومتر رفتیم. آره. فرزاد. ولی خب میگم 2056 کیلومتر. خب همون 2000 کیلومتر. آره. صدی 5-6 بسوزونه.
نه بابا 5 خوب میسوزونه. چرا دیگه تو اتوبان چرا دیگه؟ آره 7 مزدا 7 میسوزونه. حالا فرمولی از اینجا بنج مینویسی 140 لیتر لیتر چقدر بود اون دوره؟ 1 دلار و 1.7 7 1.8 خیلی میشد این 300 500 600 دلار شد. امکان نداره 500 600 بشه. نه ما خیلی بیشتر از اون تو خود شهر و اینا هم. آره ولی خب این ماشین با وزنی که داره آره این بود. آره خب این ماشین آره سنگینی دیگه. ولی واقعا من راضی، من میگم من خیلی قبلش اصلا یه تاپیکی که بعدا حالا بعد در مورد صحبت بکنیم، چقدر اتفاق افتاده که یه چیزی رو کامل مخالفش باشی و بعد خودت اون کارو انجام بدی و بعد ببینی که اوکی یه ذره الکیو مسیجش میکردم. من خیلی، من خودم مخالف ای وی کار بودم. این اصلا تا قبل از اینکه من رفته بودم ماشین بخرم، یعنی داشتم ماشین مختلف رو نگاه میکردم، بعد دیدم که اصلا خیلی رندوم یه ماشین، گفتم که اینم ایویش هست برم فقط تست درایو کنم. بعد دیگه خوشم اومد و پیش رو گرفتم و حالا دیگه مدت زمانی که من یوتیوب ویدیو دیدم در مورد این ماشین، ولی واقعا هیچ چیزی در موردش یاد نگرفتم تا موقعی که خودم ماشین رو نداشتم و نروندم و مثلا شارژ نکردم و به مثلا مشکل باش نخوردم. میدونی جالبیش اینه، ببین این چیزایی که من درش نمیدونستم، حالا کسایی که دارن فکر میکنن، کسایی که تو ایرانن که شرمنده، ولی کسایی که خارج از ایران و دارن فکر میکنن، ببین تو باید اول ببینی که باتریت چند کیلوواته. خب بعد اون کیلوواته بستگی داره، بازم باتریهای مختلف داره، هر ماشینی یه مدل مختلف داره و یه جور دیفرنت این باتری رو در واقع باهاش برخورد بکنی. اینطوری که موقعی که میخوای شارژ بکنی از 20% تا 80% سریع ترین اتفاق شارژینگ اون تو مدت میفته. مثلا 120 کیلووات پر اور میتونی بگیری توی 20 تا 80. خب مثلا باتری ماشین من 131 کیلوواته. خب ولی 80 میشه 81%، مثلا میرسه میاد رو 50 سرعتش، مثلا میرسه به 90 دوره، مثلا میرسه رو 6 و 7. خیلی آره خیلی، یعنی اون 80 تا 90 خیلی میاد اندازه 80 از اندازه 20 تا 80 طول میکشه. این برای اینکه سلامت باتری رو چیز کنه. آره آره اصلا کلا خب دیگه سلای باتریه که شروع میکنن پر شدن دیگه، سرعت گرفتن شارژشون هم کمتر میشه دیگه. حالا مثلا من اینو اصلا نمیدونستم. بعد چیز دیگه ای که نمیدونستم اینه که تو بازم اوکی شو باتریت هم مثلا یه همچین سرعتی رو میگیره، یعنی انقدر این شارژره مثلا چه میدونم روش نوشته که 350 کیلووات پر اور، ولی اصلا ماشین تو انقدر کیپیبیلیتی گرفتن نداره، میشه که مثلا ربطی نداره. حالا اونجا اصلا ضرورش 1000 کیلووات پر اور، وقتی ماشین تو ماکسیمومی که میگیره 150ه. حالا تازه اینه نوشته که اون ماکسیمومشه، بعضی موقع میری مثلا میزنی میشه 7 کیلووات پر اور، مثلا باید چه میدونم 6 ساعت ماشین تو بذاری اونجا تا به در واقع آره تا به اون مقدار انرژی که میخوای برسه. اینا رو اون دوستتون که ماشین برقی داشت اصلا نشه؟ هیچی اصلا، نه دوستمون نه خانوادهمون پرسید. آخه تشکر رو میشه پس گرفت؟ یه هفته تشکر کنی میتونی؟ آره من توهین کنم دیگه امروز توهین این هفتم. آره نه ولی خب فهمیدم که خود فرهادم زیاد اطلاعات. ببین آخه من واقعا ماشینم رو فقط این وسیله این سوارش میشم این ور و من میرم دستمال میندازم اون ور، یعنی کاربرد ماشینی نیست. چی؟ من کاربرد ماشینی نه آخه نه، ولی تو خب نسبت من... به انتوزیازمی که نسبت آره به ولی من واقعا ماشینم و این ماشینو مثل یه وسیله‌ای که کاربرد داره با شفت، ولی ایوی کار واقعا برای توی شهر پرفکت. یعنی من یه سوال گفتیم ماشین اتوبانیست منظور چیه؟ ببین خیلی ببین تو به واسطه این که ایوی کار یه روی هر شرخش یه جنراتور داره، اینه که تو موقعی که پات از اون ترمز برمیداری این شروع میکنه شارژ کردن باتریه. وقتی که داری تو شهر این کار میکنی این اتفاق زیاد میفته، ولی موقعی که داری تو اتوبان میری فقط داری مصرف میکنی، تقریبا هیچ جنریشن اتفاق نمیفته. مثلا توی شهر اگه من برم شاید بتونم 400 کیلومتر بگیرم با یه شارژ کامل، ولی تو اتوبان حدود 320 کیلومتره. یه شارژ کامل یعنی 80% یا 100%؟ آره من لحظه فکر کردم از لحاظ خود روندن ماشین نه میدید. اتفاقا ببین اصلا واقعا بهشته سموت از آره واقعا خیلی ذوق داشتم واسه کره باتر آره ولی حالا جالب من توی برگشتنم و اینم بهتون میگم. ببین خب اول که من تا به حال اصلا ماشین SUV نداشتم، let alone تراک بخوام بگیرم،
یه روز شما داشتیم میومدی، خب اونجا هم سرد بودا، مثلا منفی 16 درجه بود موقعی که ما رسیدیم تا منفی 24 هم ما دیدیم، یعنی اصلا عجیب غریب سرده. ما رسیدیم و یکی دو روز مونده بودیم و داشتیم رفتم یه جا توی شهری شارژ کردم و میخواستم برگردم بریم سمت منف، یودم مثلا ماشین رسید به 90 کیلومتر داره میلرزه این ماشین. ببین اصلا بندری داشت میزد در حد تیم ملی ترسناک، مثلا من شده بود همینطوری چیز اون لاستیکاش یخ زده بود. چی؟ سرعتت به 90 کیلومتر، به 90 کیلومتر که میرسیدم شروع میکرد روی چند درجه؟ مثلا توی طول روز مثلا منفی 10 اینا بود، یعنی هوا که سرد بود به 90 میرسیدیم. نه نه حالا بگم چی شد. بعد زدم کنار رو اینا دیدم که نمیدونم اصلا چیزی نداره این ماشین بخواد بلرزه، اصلا نه موتوری داره. گفتم که ببین دو تا حالت وجود داره، یا چرخم شله یا اینکه تو چرخا آیس جمع شده و یخ زده. همونو دور زدم و خودم و بازه، بدبختی شانس آوردم یه دونه فورد دیلرشیپ همون کنار بود، دور زدم و رفتم تو فورد دیلرشیپ و به زنه گفتم که آره من از ونکوور اومدم و یه همچین مشکلی دارم. گفتش که من ماشین تو نگه دارم برای یه شب. گفتم خب من دارم میرم، اصلا چی نگه دارم، بذار ببینم چی دارم میگم. رو پیشونه ایمان نوشته. گفتم دیلرشیپ که میاد ماشین آره بمونه. بهش گفتم که ببین من دو تا تئوری دارم، این دو تا تئوری به من نشون بده فهمم این هستی نیست. گفتم یا چرخم شله یا اینکه برق جمع شده توی چیز توی چرخا. گفت او یه یو هاونت کیکد یور تایرز. گفتم کیکد؟ آره. گفتم نه اصلا من نمیدونم چیه این داستان. آره اینجا اگه برف جمع بشه سنگین میشه چرخه، بلنسش رو از دست میده. بعد فهمیدم که توی چرخه موقعی که برف جمع میشه انقدر این هوای سرده که یخ میزنه و استاک میشه توی چرخ، بلنسش رو از دست میده ماشینت، کل ماشینو میلرزون. ببین میگم میلرزون، بندری داشت میزد این ماشین، یعنی ترسناک داشت میلرزون. بعد دیگه اومدم مثلا پیاده شدم، اومدم با دست اینا رو بکشم بیرون، یخ زده نمیشه. رفتم توی کارواش. با آره دیگه کارواش ترنجایی بود که آب گرم داشت و فشار مثلا آب داشت دیگه. رفتم توی کارواش و از این اتوماتیکا بود خودش دیدی یخرو خود. آره آره دیدم یخرو. چرخ از تو یخ میزنه، از تو برف جمع شده بود توی اون در واقع توی چرخه. بعد حالا فهمیدم که به خاطر اینکه به واسطه اینکه اصلا ماشینای برق گرم نمیشن. ماشین معمولی آره گرم میشه. آره کلی مثلا المنت اونجا هست که المان اونجا هست که اینو گرمش بکنه، چه میدونم هیت خود ماشینه و که مثلا میچرخه اینو. ولی آره اینم در موردش یاد گرفتم و خیلی شانس آوردم که اینو یه روز قبل از برگشتمون یاد گرفتم، چون که دوباره روز برگشتمون هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. بعد حالا لگد بزنی اون برفا میریزه. ببین لگد بزنی که نه، با لگد نه، زودتر بزنی لگدو. ببین آخر اصلا یخ بزنه که دیگه تمومه. نکردم منفی 16 درجه اصلا نمیتونی دیگه، همه چی یخ میزنه. ساعت بزنی که هر دو ساعت یه بار رفته بودیم یه لیک وجود داره که بعد بری کوهو بری بالا میرسی به هتل فرمان و یه لیک جلوش وجود داره به نام لیک لوئیس. ما صبح رفتیم که طلوع خورشید رو ببینیم. ببین من از ماشین که بیاده شدم مثلا 15 قدم که اومدم حس کردم که ریشام یخ زد. حرف که میزدم تق تقش رو میشینم. چند درجه بود؟ منفی 24 سون. اون دیگه بالا هم میره. الیویشن آره الیویشن هم داری دیگه تقریبا میرسی بشید. ولی خیلی عجیب بود اون سرمایه اصلا وحشی. ببین دوربینم که برده بودم داشتم ولاگ میگرفتم، مانیتورش چیز برفکی میشد انقدر سرد بود. آخه دور این لیکی که میگه 6 تا چیز هست، یخچال طبیعی گلیشیر آره. 6 تا مثلا دیگه سرده دیگه. آره ولی واقعا جای اگر که تو کانادا زندگی میکنید یا اپورتونیتی اینو دارید که برید بنف، برید واقعا. اصلا یه واقعا مثل این اصلا هیچ نیازی نداره که یه دید آرتیستیک داشته باشی. ببین من دوربینم اینطوری میکردم عکس میگرفتم، عکس خوب میگه، رو میکردم اونور یه عکس میگرفتم، یه چیزی توش بود که قشنگ بود. اصلا میگم بعضی شهرهای کانادا اینطوری که فقط میخوان اذیتت کنن دیگه، اینو گذاشتن اینقدر خوبن وجود نداره، این واقعی نیست، این نمیتونه اینقدر واقع... غیر واقعی باشه. این طبیعتش این حس رو بهت داد که واقعا حس کنی هیچی نیستی. ببین حالا اینو بگم، خیلی به من حس رو داد. ببین بعضی موقع حالا توی چیز دیگه، توی در واقع توی دل کوههای راکیه، انقدر بعضی از این کوهاش
بزرگ و با عظمتن، یعنی احساس میکنی که you are at their presence، یعنی اومدی واقعا به دید، آره، یعنی با یه قدرت عجیبی وایستاده بالا سرت. خیلی خیلی عجیبه، خیلی زیباست. این چیزی که حالا فرض گفتی، اینو راجع به طبیعت کلا میگن، مثلا اطراف کوه که قرار بگیری یا دم اقیانوس آب و اینا، میگن آرامش میده. دلیلش همینه، به خاطر اینکه اونجا که وای میستی متوجه میشی چقدر هیچی نیستی و چه عظمتی اونجا وجود داره. میگن ایگوت کوچیک میشه، یعنی واقعا مسائلی که قبلش تو خونه مثلا تو ذهنت خیلی بزرگه، تو اون محیط طبیعی که قرار میگیری برات کوچیک میشه، بی ارزش جلوه میکنه. ببین اصلا بعد تو جایی که نگاه میکنی درخته، یعنی من به حسین مرشم گفتم که ببین اصلا امکان نداره این طبیعت از تو نبره، هر بلایی هم سر این طبیعت بیاری انقدر قوی ترت میبره ازت، یعنی هیومانیتی رو آخر شکست میده به نظر من. طبیعت خیلی بعد، من همیشه میگم دیگه، میگم من جای سرد دوست دارم، من برف دوست دارم، کلا این که اون سکوتی که با برف میاد و دوست دارم، اون حسش رو با حال برام، مثلا چه میدونم آتیش درست کردن و شومینه داشتن و اینا رو دوست دارم. ولی موقعی که میری توی همچین کلایمتی میفهمی که اصلا شوخی نه، یعنی منفی 16 درجه یا مثلا منفی 20 درجه جدیه، خیلی جدیه، یعنی باید واقعا تمام زندگی تو دور و بر اکتیویتی های زمستونه بچینی. یعنی همه ای کسایی که دارن اینجا زندگی میکنن یه روتین مثلا اسکی روزانه دارن، یا رو خیلی بال بود توی شهر میشنیدی مثلا یکی یکی میوایستاده بودیم، یکی مثلا میرسیدن به هم دیگه، اگه هم دیگر میشناختن ازش میپرسید چیکار میکنی، میگه دارم میرم سنوبوردینگ، یعنی برنامه روزانه شون توش هست. توش هست، آره. و فهمیدم که واقعا سخته، یعنی اون نیچری که وجود داره واقعا نیچر سخت و محکم و آره بابا اصلا یه سبک زندگی دیگه میخواد. آره خونه و اینا داشته باشه، هر روز باید پاشی جلوشو پارو کنی، کسی لیز نخوره، نم یخ نزنه. ببین اصلا اون که اصلا هم چیزی وجود نداره، همه جا برفه. نه میدونم، توی شهرم همه پیاده رو همش یعنی برفه، به لیز بود مثلا اصلا نه. ببین خیلی خوب دارن چیز، یعنی تمام مدت دارن در واقع میان نمک میریزن و فلان اینا، ولی انقدر این حجم برف زیاده که اصلا نمیشه کاریش کرد. آره حالا مونترال و تورنتو میدم جلوی خونه تو نباید برف باشه، اگه کسی جلوی خونه تو بخوره زمین ریسپانسیبیلیتی خودت هست، با تو تو جریمه. تو تصمیم بنف رو داشتی بعد ماشین خریدی یا این ماشین رو که خریدی؟ من 16 سال بود میخواستم من بنف. من از موقعی که اومدم عکسای بنف دیدم، یکی اتفاقا نوشته بود ایمان از وقتی پادکست شروع شده میگفت میخواد بره بنف، من آرزوم بود که برم بنف، یکی از آرزوهاشو پارسال با هم برابر کردیم ال ای. آره درایو کردم به ال ای، آرزوم بود که درایو کنم به بنف، همیشه آرزو و همیشه هم دوست داشتم زمستون برم، ولی هیچ کس پایان دوست... آخه تابستونش هم خیلی قشنگه، نه تایمش خوب بود من میمونم، ولی وسط روز کاری رفتم. من جمعه رفتم، نه شنبه رفتم. خب اون ورش وسط روز کاری برمیگشتم. تو راه رفتن یه جای رسیدی برف شروع شده بود دیگه ها. ببین از کم لوپس که از هوپو که رد میکنی دیگه شروع میکنه، به کم لوپس رسیدی دیگه شروع میکنه برف اومدن دیگه، از اونجا بعد فقط برف دیگه. تایرای وینتر میتونه جواب بده؟ آره، هیچ وقت نشد که فکر کنی کاش زنجیر و اینا نه هیچ وقت فکر نشکردم که نیاز به زنجیر دارم، چهار ولی همیشه بر این باور بودم که خدا شکر که وینتر تایر گرفتم. ببین بعضی جاها نمیتونی بری از اینجا، اصلا میگم یه سری چیز، حالا اینو بگم، جاده ها اصلا انگار نه، جاده ها تمیز، اصلا یه ذره برف هم روش نبود اصلا. آخه تمام مدت دارن یه دو تا استوری گذاشتیم یه کمی میسلیدینگ بود، من فکر کردم کل جاده اینجوری نه نه اون استوری که گذاشتم توی چیز بود دیگه، رفتن توی جنگل بود، رفتن بود توی بنف بود و یه دونم شبش گذاشتم اینه، ما کابینی که گرفته بودیم اسمش بود بیکرز کریک بای بیس کمپ اسم اون جای بود، از لب جاده 16 کیلومتر هم میرفتی تو دل کوه تا برسی به اون کمپ خودت. آره برای همین آسفالت بود اون 16 نه اون دیگه کامل برف بود دیگه، اصلا هیچ گونه، فقط برف رو کوبیده بودن، یعنی میومد یه ماشین سنگی میومد رو شاید میشد میکوبیدش، ولی اینطوری نبود که اصلا بتونی، یعنی جاده کوهستانی بود واقعیت، آسفالت فکر نمی کنم باشه، یعنی دیگه فوقش گراول بوده اون زیر. آره. من واقعیتش یکم استرس داشتم برات.
جدی میگی؟ چون ماشین برقی تو رفته بود بودی؟ تو آخه تو خودت همین تیکو داشتی و رفتی؟ تو تابستون با ماشین برقی رفتیم. آره فرق میکرد دیگه. آره خب همین دیگه، مثلا توی ماشین برقی تمپرچر بیرونم افکت میکنه اون. اگه هرچی سردتر باشه آره باتری زودتر تمام میشه، زودتر خالی میشه دیگه. بعد چیزایی که تو هم استفاده میکنی تو ماشین خیلی باتری مصرف میکنه، مثلا بیشترین باتری و بخاری مصرف میکنه. میگفتن که بهتره که صندلی وارمر رو مثلا پتور نشسته. ببین حالا اینو بگم، ما موقعی که اینجاش خیلی خنده داره بیچاره حسین، خب حسین مغزش خیلی خوب کار می‌کنه. نشسته تو ماشین اینا، ما اولش که شروع کردیم 100% بود باتری من، نشه 380 کیلومتر میره. ما هم استاپی که انتخاب کردیم 270 کیلومتر با هم فاصله داشت. ببین توی مثلا یه ربع اول که افتاده بودیم تو های وی و داشتیم تمام قدرت می‌رفتیم، به ازای هر مثلا یک کیلومتری که ما این ور میرفتیم 3 کیلومتر از رنج اون ور کم میشد. دروغگو. بعد بود که بعد دیگه وسطش چیز کرده بودی؟ واقعا گفتی دروغگو. بعد اونجا وسط راه مثلا صبح هم رفته بودیم، مثلا 4 و 5 صبح رفته بودیم، سرد بود. خب ونکوورم چه میدونم 0 درجه است، ولی منفی 16 ولی بازم سرده. بخاری رو خاموش کرده بودیم، داشتیم سگی لرز می‌زدیم. چون که من میگم پلنی که ریخته بودم و میخواستم اکزیکیوت بکنم این بود که یه دونه چارجر در میون وایسم، بعد دیگه تو کلش وایسادم دیگه. بعد برای من خیلی خیلی اوکی بود، هیچ مشکلی نداشتم باشه. آره و به نظرم راه درست سفر کردنم اینه. ما توی مثلا ما 6 جا وایسادیم، توی هر 6 جاش رفتیم، مثلا توی مالی چیزی معمولا رفتیم، تو مال گشتیم، یه دونه گیفت استور مثلا وایسادیم رفتیم دیدیم. شما میدونستید فیلم رینبو چیه؟ رینبو توی هوپ فیلم برداری شده 41 سال پیش. آقا ما رفتیم هوپ وایسادیم یه جا که شارژ بکنیم. آره و مثلا همچنین گفتیم پیاده بریم بریم خبر و اینا، یه دن گیفت استور بود. همچنین داشتیم میرفتیم یه دن یه تابلو زدن رینبو ولی علی، بعد گفتم که کوچه داره رینبو اینجا، اصلا چه سنمی داره که اینجا بخواد. رفتیم توی گیف شاپ، دیدم که یه سکشن کامل رو اختصاص دادن به مثلا جوراب، چه می‌دونم دفتر، شورت، همه چیز رینبو داشت. پس من گفتم که اسپیشال سیگنیفیکنسش چیه اینجا؟ گفت 41 سال پیش اولین بار تو اینجا فیلم برداری شده. نمی‌دونستم. و اگر که وای نساده بودیم و مثلا نمی‌رفتیم یه قدم بزنیم، نمی‌دونستیم دیگه. با حال ماشین اگه بنزینی بود ما هیچ وقت این اطلاع رو همین می‌خواستم بگم. ما مثلا برای چیز، برای الی که رفتیم، به ما تنها چیزی که وای میستادیم یه غذا وای استادیم و بقیهش بنزین بود و مثلا در حد 2-3 دقیقه دیگه بنزین میزنیم و میرفتیم. و من موقعی که رسیدم واقعا خسته بودم اصلا اون سفر. ولی منظورم اینه که اگر که هی وای میستادیم، به نظرم این سفر رو خیلی لذت بخش‌تر بود. من هم اینو قبول دارم که مجبور میشی وایسی برق بزنی. آره دیگه وقتی شارژ کنی خوبه، سری میری چیز انگار انجام وظیفه است. آره. کارا رو تموم کنیم. میگم و من جوری که یاد گرفته بودم اونطوری بود دیگه. ما اصلا خانوادهمون اینطوری فقط سفر میره. میگن راه خودش یه مقصده. بله. و ببین اصلا واقعا من حالا جدیدن اینطوری شدم، ولی طبیعت رو نگاه میکنی اصلا پشمات میریزه. اصلا میگم آن ریاله. سجده کردیم. یه کار خوبی دیگه ای که میکنن تو بند، فتح ایمان هم متوجه شد، اون لول بالایی که اون استاندارد بالایی که اون حالا مجموعه اسمش هست نشنال پارکس بکنن یا فدرال پارکس، نشنال پارکس، اون مراقبتی که میکنن از کل این پارک، بهش میگن پارک ولی آره کل شهر بند یه دونه نشنال پارک. آره بعد اصلا تو میخوای ایول این لول بالایی که مثلا مراقبت میکنن مشخصه خیلی. آره اصلا وارد که میشی بهت میگن که چند روز میخوای بمونی، بعد از مالیات عوارضی داره، عوارضی میگن که اگه بخوای آره وارد شهر بنفشی و پول بدی، چون میگم کلش یه نشنال پارک. خودش هم نوشته این پول برای نگهداری از اینجا. آره و به نظر من خیلی زیبا اصلا شهرسازیش واقعا میگم آنریاله دیگه. ما بریم. من دوست دارم یک بار دیگه برم تو فوریه و دوست دارم که یه بارم تابستون برم، هر کی میاد بیاد بریم. آمدم
ماشین تو که فکر کنم 7-8 نفر بتونیم توش راحت جاشیم. 5 نفر راحت میتونیم جاشیم. در مورد سرمایه برف هم اینجوری ماشین منم 5 نفر میتونیم جاشیم. ما میام راحت. اونم راحت. نه. اونم راحت. ما تو جولای رفتیم برف، هنوز سرد بود. کلا میذاشتیم سرمون. آره. شوخی نداره. نه ببین حتی مثلا کسایی که توی اوج تابستون میرن، اگه مثلا بخوای بری همون لیک لوئیز و اینا باید کاپشن بپوشی. گلیشیر داره دیگه، اصلا دیگه میگم یعنی اونجا گلیشیر خیلی جالبه ایده. آره. تا نه کویاخ نخچال، نه کویاخ نخچال طبیعی، ولی همه هم چه یخچال طبیعی قشنگ فکر کنم کوه طبیعی یخچال طبیعی. من نمیدونستم، ببخشید اگه خندیدم. آیسبرگ میشه کوه یخ، چیزی کنید. آقا من که بله آیسبرگ. همه اینجوری نیستن که سفر ماشینی اوکی باشن. باش کسایی دیدم که خیلی آره. مخالف سفر ماشین. آخه اذیت میشه. شخصا دوست دارم. مثلا کوروش اذیت میشه، یعنی حالا تهوع میگیره اگه بیشتر از مثلا 1-2 ساعت تو ماشین باشه. برای همین خیلی سخت. هر جایی میشه. که بشینه اصلا مهم نیست. آره کلا توی جاده بودن از فامیل زیاد داریم که اینطوریه. و خب من بابای خودم اگر که جلو نشینن اصلا حالشون خیلی بد میشه. موشن سیکنس. فکر کنم صندلی عقب ماشین تو هم زیاد فان نباشه. البته نمیدونم، نشستم ولی نیست فکر کنم. بر بامپی بودن سفر. ببین اصلا متوجه واقعا it's different. یعنی من خیلی راضیم، من خیلی راضیم از ماشین خودم. ولی خب میگم حالا تازه جالب تو 2 هفته 3500 کیلومتر آره. آره واقعا میشه تو 2 هفته بذاری. آره خیلی زیاده. میدیدی بقیه راننده هارم توی وقتی که شارژ کردی؟ خیلی کم. نه چون با تسلا این قضیه خیلی اتفاق میفته. نه این تو من همه استیشن های الکتریفای کانادا وایسادم و خیلی کم، فقط 1-2 تا تراک دیدم. اینو میخواستم بگم، ببین از هوب که رد میشی 95% ماشین های یه کامیونه یا تراکه. اصلا ماشین سواری ما مثلا یه مدت خیلی طولانی ندیدیم. نه آخر هفته بود. نه ما آخر هفته رفتیم. اصلا نیست، یعنی تو بنف شب واقعا 85% ماشینا تراکن. میخندن بهت مثلا. آره و ماشین برقی که میبینن که اصلا احساس میکنم نگید. آره نگم بهتره. یا چیزای عجیبه اون میگفت. بله متوجه. آره ولی خیلی خوب بود. من خوشحالم که رفتم و دم حسینم گرم که اومد. اون بنده خودم که پایه ما هرچی بهش بگم میگه اوکی. خیلی دوست داشتم بیام. سوزه براش. ما ماره یعنی ما مطمئنم میتونستیم میمدیم که عشق میکردیم. نمیدونم اینو میخوام بگم یا نه. در مورد بارنی بگم. بالاخره بگید خاطرات سفر. آقا ما نتونستیم بخوابیم شب اول، نمیدونم چرا. ما خب توی کابین تور بودیم دیگه و کابین های مختلف هم اطرافمون بود. ما اول رسیدیم و رفتیم کابین شماره 10 و تا رفتیم توش به اون گفتن که یعنی دستشویش رو امتحان کردیم، دیدیم که کار نمیکنه. شانس آوردیم دستشوی سریع امتحان کردیم. بعد بهشون گفتیم که آقا کار نمیکنه، ما رو بردن یه جا دیگه. رفتیم کابین 16. بعد کابین 16 خب اطرافمون پر بود و کابینمون موقعی که داشتیم میرفتیم ایشون وسیلهشون گم شده بود. کل طول شب بعد سن طرفای دهینا شد و خب حسین خیلی خسته شده بود دیگه. نه بخشه 8-9 دهینا آره پس اوت کرد. من نشسته بودم داشتم فوتجای مثلا رفتن و ریختم تو کامپیوترم داشتم ادیت میکردم و دونه دونه نگاه میکردم ببینم چی کار را بکنم با این فوتج. یه آتیشی هم روشن بودن. یه دیدم یه صداهای عجیب غریبی داره میاد. یه پنجره بود که خیلی در واقع نزدیک بود به کابین بغلی. یه عزیزی بودن هی آقای بارنی رو صدا میکردن. شاید گم شده بود. ازشون میخواست. بعد ببین مثلا ایشون 5 ساعت صدا میکردن. صدا میکردن یا مثلا خطاب میکردن. خطاب میکردن صدا میکردن. بیان دور بودن و نمیدونم اصلا چی بود ولی خیلی بلند اتفاق داشت میفته و مثلا بعد جاش دیگه آکوارد شده بود. یعنی مثلا من پنجره می داشتم گفتم حسین بیدار شد چیکار کنم. اینا حالا بعدش اینجان. پس اینا شب اول سفرشون نبوده چون انرژی داشتن. نه فردا صبح من خیلی دوست داشتم این آقای بارنی کیه ولی رفته بوده. یعنی ما خودمون صبح رفتیم تو دل شب اینا رفتن دیگه. نه نمیدونم من دیگه من میگم اصلا تمام پنجره بسته بعد خونه شده بود داغ چون پنجره بسته همه پنجره ها رو بسته بودم.
ایمان مثل یه پدر ظاهر شد. آره تا صبح عرق میکنیم، بعد حسین هم دقیقا خوابیده و وسط حال رو مبل زیر این پنجره. اصلا یه اتفاقی که داره به صورت طبیعی میفته، خیلی طبیعی بود این چیزهایی که من داشتم میشه. ولی آره آقای بارنی خواب عجیبی ندید حسین. نمیدونم، من میگم زیاد در این مورد باش صحبت نکردم، خیلی اتفاق نیفتاد. آره خودم زده به خواب دیگه رفتم، ولی تا 4 و 5 صبح ما هر موقع بیدار شدیم آقای بارنی پیدا نشده بود. خب هوا هم موثره ایمان جا، نمیدونم اینو تاثیر داره. آره ولی جالب بود این کابین و اینا. جدیدم افتادم روی این چنلایی که دد جوک و اینا میگن. بله. اینو گفتی یاد یکیشون افتادم، ولی مناسب نیست. فقط خواستی اینو بگی. گفتی حسین وسط سالن خوابیده بود. آره. آخه شبش هم اینجوری میخوای بگی؟ فامیلی گای خیلی از این جوک داره. من یه چیزی میتونم بگم. اول تو بگو، تو جمله‌تو بگو بعد من. یاد نرا. نه بذار بگیم دیگه یه ذره. بگو. آره. میگن که 3 نفر رفته بودن اسکی، بعد اینا بهشون یه دونه اتاق میدن و 3 نفره همزمان روی تخت میخوابن. بعد سمت راستیه که صبح از خواب بیدار میشه، میگه که من کل شب و خواب دیدم که یه نفر مثلا بر میره با من. مشغوله با من. اپیزود شب دیگه. بعد سمت چپی هم که بیدار میشه میگه که آره من کل شب و خواب دیدم که یه نفر داره با من بر میره. بعد این رفتن اسکی دیگه. و وسطی که خواب بیدار میشی میگه من کل شب و خواب دیدم رفته بودم اسکی. این کارو نیست. بعد اتفاقی که افتاد برف و حسین که شد وسط خوابیده بود. بابا چرا حسین اسم حسین رو با این خاطر گفتی وسط خوابیده؟ ایشون هم وسط خوابیده بودن رفته اسکی. بعد عزیزم ولی آره خلاصه ما این سفرمون اینطوری بود و به نظر من خیلی جذابه و ایگوست شو که واقعا برید اگه سفر دوست دارید برید. نمیدونم مثلا چه میدونید، نمیدونم چرا نمیشد، یعنی قبلا تو این 16 سال اون ارادش واقعا نه ارادش نه ولی کاری نداره همون کار داره دیگه. هم ماشین هم بده احتمالا یه اعتماد نفسی داره دیگه. آره آره اونم بود. آره مثلا قدیم تابستون میشود رفت، هیچ وقت نرفتیم. نه دورترین جایی که رفتیم کلونا بود. هزینه هم داره دیگه، یعنی اینم هستی، یعنی موقعی که میخوای همچین سفری بری فکر میکنی واقعا میشه خیلی ارزون در شد، ولی خب هر سفری گرون در میاد. بنف شهر گرون بودن کانادا فکر کنم هر جا بری گرون. نه ولی میارزه یه بری خارج از کشور خیلی ارزون تره. آره ببین خارج از کشور ارزون تره، ولی به اون من احساس میکنم تا موقعی که کانادا رو ندیدیم حیف بریم جای دیگه. ولی میدونید کانادا رو میدونید نمیتونیم همشو ببینیم، جای دیگه هم جاهای دیدنیشو مثلا میتونی بری، مثلا چه میدونم همین بنف رو میتونی بری، میتونید مونترال رو میتونی بری ببینید، چه میدونم یلو نایف و اینا رو جورای باحالی است که میشه رفتید. آرورا باید بریم ببینیم. آره واقعا آره. آها من اینو میخواستم بگم، من میخواستم یه حرفی بزنم. آره. توی کامنت ها نسبت به اپیزود سپر میخوام بگم که میگفتن که آقا تو نمیتونی حرف بزنه. سپر سپر سلام. ببینید به عنوان یک کسی که هست اینجاست، من میفهمم بچه ها موقعی که حرفشون دیگه نمیاد. یعنی من میدونم چه زمانی من باید بپرم توی حرف این بنده خدا و قطعشون بکنم. به خدا من میدونم اینه، اینطوری نیست که نظرم اینو صحبتشون رو بکنن، من میدونم این جمله کی تموم شده تو ذهن بچه ها و باید یکی بیاد به این جمله رو عوض کنه. رابطه ایمان سپر هم فرق داره مثلا با رابطه دوستای معمول. ایمان یه بصیرتی داره بله. که میبینه سپر توی یه دقیقه آینده مثلا احتمال این که یه حرف نامرئی چه چیدمانی رو میخواد. آره برای همین به کجا میخواد برسه. آره یعنی اون لحظه شما میگی چرا ایمان نذاشت حرف بزنه، اون یه دقیقه بعد معلوم میشد. آره ولی نسبت به صحبت های شما هم همین رو من شنیدم و اگر که تو حرفتون میپرم من از شما معذرت میخوام، ولی احساس میکنم که همش به جا بوده. حالا بازم نه. ولی چه اپیزودی بود وای. من آقا من خودم من خودم منم دیدم خاطر خاطر چند بار شنیده بودی با اینکه شنیده بودم خودم این آره شما بعد میگفتن من چجوری برگردم دیگه خود کرد یه بارش توی بچه پارتی خودت بله بله بله
گفته شما خواب بودی. نه سپر یه خاطره یه خاطره دیگه هم داره از مکزیک رفته بوده فکر کنم. بله بله او وای اون خاطره مکزیکو با خیلی خاطره داره سپر. ولی به نظرم تو خیلی زیاد سپر رو احاطه نمیدی. ولی خب سپر مثل اسبی که میگیری آقا شما چرا به این رفیق های ما اسبو اینجوری چابک سوار هست اونجوری نه قبل مانه با اسبو بگیری بپره بالا بعد سپر و جتی این اون جایی که من باید وارد شم ولی نمیشم میذارم با تناب پوسیده خودش بره تو چا برو. ایمان سپر رو نگه داشته بود تا مثلا چه میدونم چقدر که مانه کشید. آره آخرهای اپیزود ولش کرد یه سپر هم پرید و مانه رو خوب پرید. ولی تو کامنتو بهمون بگید که شنبه صبح ضبط کنیم بهتره این مدل کاریه که ما شبا میتونیم ارائه بدیم شنبه بعد از ظهر میتونیم ارائه بدیم کیفیتش اینه. آره ولی این هفته من فکر میکردم که میرسم قسمت دو اون صدای درونو برم ولی نرسیدم. هفته بعد قطعا قسمت دوشو میرم. نمیدونم من احساس میکنم از این سری اپیزود ها هم دوستان خیلی آره بذار من واقعیت رو بگم. من جدیدن افتادم به واقعیت گفتن یعنی یه سری سیکرت هایی که شاید نباید بگم حالا همه رو نمیگم دیگه آره. تا اونایی که فعلا جرأت شده دارم ماها بعضی موقع بیشتر کارون احساس چی میگن گیلتی بودن میکنیم موقعی که میایم اینجا و حرف درستی شاید نمیگیم احساس گناه شرم و گناه میکنیم که اگر که میایم و حرفای خودمونیمون رو اینجا میزنیم و در مورد هفتمون صحبت میکنیم و شاید ارزش افزوده‌ای نداره برنامه‌مون. آخه باید ببینی اون ارزش افزوده است. آره دیگه برای من حالا من همیشه بچه‌ها میگم برای من اون انترتینمنت خودش ارزش افزوده است. یعنی من دوست دارم بعضی اوقات یه پادکستای گوش بدم. یاد یه دیالوگ داشتیم سالها پیش خونه تو دقیقاً آره اون گوشه میز من. آفرین. راجع به همین تو اپیزود بود یا نه بعد اپیزود بود بعد بین دوتا اپیزود بود. آره بعد بحث مشابهی بود. من اینجوری بودم که نه مثلا ما میایم باید یه حرف بزنیم. بعد ایمان یهو یه نگاهی به من کرد اینجوری که بابا اصلا مفهوم تفریح و انترتینمنت تو زندگی تو اصلا جایی داره تو مثلا کاری میکنی که لذت خیلی جالب اون صحنه رو من یاد آره این دیس قوی بود نه دیس قوی و به جایی بود واقعا. حالا اون موقع که نه ولی من شاید مثلا یکی دو سال گذشته به این نتیجه رسیدم. نه ولی کلا میگم من خودم پادکست رو برای انترتینمنت گوش میدم. یعنی خیلی کم پیش میاد که پادکستی گوش بدم بخوام ازش چیزی یاد بگیرم. برای همین به نظر من ارزش داره. ولی خب اینم بگم که ما همچین حسی هم هست. یعنی همچین بعضی موقع به همچین چیزی هم فکر میکنیم که شاید داریم وقت بعضی از آدما رو تلف میکنیم برای اینکه میخوان بیان اپیزودا رو گوش بدن. ولی خب همیشه اپیزودا نمیتونه اینفورماتیو باشه. ما خودمون در واقع زندگی های مختلف داریم. دوست داریم بعضی موقع بیایم بشینیم مثلا گاسیب کنیم اینجا. یعنی کردیم قبلا غیبت کنیم. ولی آره خواستم این واقعیت هم بگم بدونید که ماها به همه چیزایی هم فکر میکنیم. آره بعد معمولا حالا اپیزودی هم که رفتیم حالا دقیقا توی چند سال گذشته برای خودم همیشه دغدغه‌های خودم بوده. آره موضوع مثلا صدای درون اینا چیزیه که ما خودمون بهش رسیدیم و بهش فکر میکنیم. آره تجربهش کردیم. وقتی یه چیزی مثلا تجربه میکنی با تمام جونت خیلی فرق داره وقتی راجبش حرف میزنی تا اینکه صرفا رفته باشه خونده باشه. حالا اون اوایل که ناشی بودیم نه که الان نباشیم ولی اون موقع برنامه فرق میکردیم مثلا بریم حالا یه موضوعی پیدا کنیم راجبش صحبت کنیم بعد. ولی به مرور این قضیه عوض شد بیشتر تبدیل شد به دغدغه‌ای که افتاد. میدونم زیاد وقت نداریم ولی من اینم بگم ببین کلا حالا من اینطوری احساس میکنم درست کردن محتوا برای آدم‌ها اینطوری باید شروع بشه که تو یه چیزی که دوست داری و نگاه بکنی سعی کنی اون رو پرودوس بکنی و بعد تاچ خودتو بهش اضافه بکنی. ما هم در واقع من اول که این ایده رو داشتم که بیایم مثلا این پادکست رو بزنیم من یه پادکست نگاه می‌کردم به نام بیاند. خب بیان پادکست یه پادکست گیمینگ بود. چهار نفر بودن در مورد گیمینگ تاپیکس می آوردن و در واقع صحبت میکردن فلان اینا و من گفتم که این کانسپت باحاله تو ذهن خودم. ولی بعدش خودکست شروع کرد مثلا اون کاراکتر خودش رو گرفتن اون در واقع جوکای خودش رو داشتن اون مسیر خودش رو رفتن اون آدمای آره کالچر خودش رو داشتن و این به نظر من اینطوریه که شروع میشه دیگه. مثلا کلا این که بخوای از یه جایی شروع بکنی که اولش خوشحال نباشی خیلی طبیعیه. یعنی بعدش میتونی بسازی این رو. آره همین کاراکتر و شخصیت پردازی که میگه حالا ما که
در واقع اپیزودا نوشته شده نیستش، یعنی شخصیت پردازی وجود نداره، ما خود همین جوریمون هستیم، خودمون رو میپردازیم. آره ولی قبلا که صحبت هم کرده بودیم به نظرم تفاوت مثلا مخصوصا سریالای کمدی خارجی با ایرانی تو اینه، اونا خارجی شخصیت پردازی میکنن بعد تو به واسطه اون شخصیت مثلا به حرفش به کارش میخندی، ولی خب تو ایران حالا البته دستشون خیلی بسته است ولی نمیذارن این شخصیت پردازی انجام بشه، صرفا مثلا میخواد با نمک بازی در بیاره، خیلی وقتا مثلا به لودگی و اینا میره، تصنعی تر. آره ما یواش یواش چرا شد ضبط کردی دیگه، چون اونجا که امیدوارم که آره اونطوری که ضبط کرده باشه جالب میشه. آره ایمان صفت میگه که آره و ایمان صفت میگه که اون داره و هر دفعه وای حالا اینو بهت میگم نصف ولاگ صدا نداره. آن گفتی چرا آره نمیدونم یهو تصمیم گرفته میکروفونم خراب شه اینه. آره اصلا همه چی دست به دست، همین ویدیو دو شرخ هم نشون دادی صدا نداشت، اون که نه اون که درون شاته، ولی اونو بذاری این مطمئنه جه میذاریش دیگه، نه تو ولاگ هست دیگه، ولی خب اینطوریه کی میاد ولاگ سه تا قسمت، یه قسمتش امشب میاد، یه قسمتش دوشنبه، یه قسمتش چهارشنبه. یکی از ولاگا بود که وایس اوور گذاشته بودی یا جدیدن داری میذاری؟ میذارم رو بعضی هاشاره. خوب بود، خیلی خوب بود، نوکرتم عنوان یه بیننده آن بایست خوب بود. آره نه اتفاقا اینم باید وایس اوور بزنم چون که صداش رفته. آره زده حال دیگه. راجبه این گروه تلگرامی میخوای بگو، هرچی دوست داری بگو. نه خیلی جای باحالیه، من هر چنگای میرم یه سر میزنم و میام، حالا دوباره 100 تا اضافه میشه. نه بس نمیشه رفت، نمیتونی برید یه حرف بزنی. من این راحت میکنم، منم میرم میزنم میام، ولی بعد میبینم داستان شده. آره دیگه داستان بردش. میشه دیگه، ولی خب من میرم علی اصغر دیس میکنم میام بیرون. نه دیگه من با همون خودکست. حساب خودکست میریم. حالا من تهشم تو اگه تایپ میرسم فرهاد من وایس میذارم، منم وایس هم میذارم، من فقط میرم علی اصغر دیس میکنم میام بیرون. علی اصغر و مهدی به جون هم میفتن و بعد آقا مهدی من این تیشرت ها رو به تو میرسونم، نگران نباش. محفوظه، محفوظه دیگه، چی کار داری پیش ما هست، من تیشرت برای تو گذاشتم، نگران. ولی آره اون گروه هم هست، دمشون گرم. نکته ببخش مثلا حرف نکته جالبی که حالا دیدم یه سری ها کامنت گذاشته بودن داشتم با هم حرف میزنن اینا، اینه که من خودم اصلا به این قضیه به این دید خودکست رو نگاه نکرده بودم، یا حالا تاثیراتش، حرفایی که داریم میزنیم چه دیدی؟ این که خب ما توی این چند ساله هی تیکه های از خودمون رو به اشتراک گذاشتیم، قسمت های زندگیمون، حرفایی زدیم، اسمایی آوردیم اینا، بعد مثلا حالا این عزیزانی که حالا ما دنبال میکنن میشنون اینا، خب خیلی اینا رو میشناسن به دقت، یادمون رفت. آره به دقت مثلا همه این اطلاعات رو کنار هم گذاشتن اینا، مثلا یه سری داستانوار یه سری توضیح میدن و میگن این اینه این اونه. آره بعضی موقع پشمای آدم میریزه. آره من اصلا اینجوری یادت خیلی عکسای تو خیلی در میاد، مثلا از توی چه من ویدیو دو سال پیش میایده بود که رفته بودیم ویدیو بگیریم براشون، یاد میاد تون پارک، آره اول رفتیم یه پارک یه جای دیگه، اصلا افتر. یه داستانه نشد بریم ضبط کنیم. آره دایناسور بود. آره عکس و فیلمامون هم توی داده در میاد، بعد مراقب باشیم دیگه چی میگیم دیگه. اون عکس خوبای منم که کارون گذاشته همش میذارم با اون هندونه و اینکه اینجوری کرده. آره اون استیکر پکیج جالب. با این اپیزود رو ما 5 دقیقه وقت داریم که اینجا رو تحویل بدیم دوستان عزیز. یا میگن این خونه اجاره ایه. آره این خونه اجاره ای، این خونه تیمی که ما اومدیم، ما تا نو بیشتر نداریم این خونه رو. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا اپیزود با ما بودید. ما میریم پشتمون خوبه ان شاءالله که خوبه، یکم دیره دیگه بهتر از دیگه اگه بعد دوباره بگیریم. ولی این نقاشی رو دیوارا خیلی غم انگیزه، دقت کردی تا حالا بهش؟ شاید هم یه آرت قویه. خوشحال شدم که دیدمتون و خوشحال شدیم که باهاتون وقت گذروندیم. دمتون گرم. اپیزود تا اپیزود دیگه فعلا خدافظ. خدافظ. زن زندگی آزادی.